اهداف توسعه پایا با عنوان رسمی دگرگون ساختن جهان ما یا سند 2030 یونسکو مجموعه ای از اهداف هستند که به آینده مربوط می شوند. رؤسای دولت ها، نمایندگان بلندپایه نهادهای تخصصی سازمان ملل متحد و جامعه مدنی در سپتامبر 2015 گرد هم آمدند و در مجمع عمومی سازمان ملل متحد دستور کار توسعه پایا 2030 را تصویب کردند. این دستور کار که جایگزین اهداف توسعه 1000 شد، شامل 17 هدف اصلی و 169 هدف ویژه است که نقشه راه جامعه بین المللی را در زمینه توسعه پایا برای سالهای آینده ترسیم می کند. کتاب گویا با شرح اهداف 17 گانه سند 2030 یونسکو، کاری از کمیته آموزش و پژوهش، کانون دفاع از حقوق بشر در ایران. هدف 11، ساخت شهرها و اقامتگاه‌های ایمن قابل تجدید و پایدار. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمند ترند، به خصوص روستانشینان و کارگران، زمینه اجرای این اصل را فراهم کند. در اصل 43 مقرر می‌دارد برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می شود. تأمین نیازهای اساسی مانند مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکان لازم برای تشکیل خانواده برای همه. قانون اساسی به عنوان قانون مادر چنین جایگاه رفیعی برای مسکن مناسب قائل شده است. در قوانین عادی نیز مساوات متعددی برای تحقق این هدف مهم وضع شده است. از قانون برنامه 5 ساله 5 توسعه جمهوری اسلامی ایران ماده 167، در ماده 18 قانون سازماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن عبارت باقی مانده از برنامه 4 توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به عبارت برنامه 5 تغییر می‌یابد. ماده 168 به منظور مقاوم سازی ساختمان‌ها و اصلاح الگوی مصرف، به ویژه مصرف انرژی در بخش ساختمان و مسکن، اقدامات زیر انجام می شود. الف، شهرداری ها مکلفند نسبت به درج الزام رعایت مقررات ملی ساختمان در پروانه های ساختمانی اقدام نمایند. صدور پایان کار برای واحدهای احداث شده بر مبنای این پروانه ها منوط به رعایت کامل این مقررات است. تبصره: متخلفان در مقررات ملی ساختمان از جمله طراح، ناظر، مجری و مالک بر اساس آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، موظف به رفع نقص و جبران خسارت می‌شوند. ب. صدور پروانه هر گونه ساختمان منوط به ارائه موافقت اصولی بیمه کیفیت ساختمان احداثی است. شرکت‌های بیمه مکلفند بر اساس بیمه نامه صادره در صورت ورود هر گونه خسارت در طی 10 سال به ساختمان احداثی، خسارت‌های وارده را ظرف 3 ماه جبران نمایند. جیم، کلیه مجریان دولتی موظفند مسئولیت حرفه‌ای خود و در صورت نیاز مسئولیت سایر عوامل مرتبط در طراحی، محاسبه و نظارت ساختمان‌های تحت پوشش خود، اعم از شهری و روستایی، را نزد یکی از شرکت‌های دارای صلاحیت بیمه نمایند. دال،
به منظور انجام مطالعات لازم برای کاهش خطرپذیری زلزله، 1. شبکه ایستگاه‌های شتابنگاری و زلزله نگاری و پیشنشانگرهای زلزله توسعه یابد. تبصره ایستگاه‌های شتابنگاری در شهرستان و روستاهای بزرگ به ازای هر 25 هزار نفر یک ایستگاه توسعه می‌یابد. 2. طی برنامه مصالح و روش‌های مؤثر در مقاوم‌سازی ساختمانی، استاندارد و از تولیدکنندگان آنها حمایت شود. ماده 169 شورای عالی شهرسازی و معماری موظف است به منظور تدوین و ترویج الگوهای معماری و شهرسازی اسلامی ایرانی، الف، با تشکیل کارگروهی مرکب از نمایندگان دستگاه‌های زیربط و صاحب نظران و متخصصان رشته‌های معماری، شهرسازی و حوزوی نسبت به انجام پژوهش‌های کاربردی، سیاست‌گذاری، تدوین ضوابط و مقررات و ترویج الگوهای مورد نظر اقدام نماید. ب. طرح‌های مناسب سازی ساختمان‌ها و فضاهای شهری و روستایی برای معلولین جسمی و حرکتی را برای بررسی، تهیه و تدوین نماید. شهرداری‌ها و دهیاری‌ها موظفند بر اساس ضوابط و طرح‌های موضوع این بند نسبت به مناسب سازی معابر و فضاهای عمومی شهری و روستایی اقدام نمایند. تبصره 1. مصوبات شورای فوق برای کلیه دستگاه‌های اجرایی، شوراهای اسلامی شهرها و روستاها و کلیه مالکان و سازندگان لازم الاجرا است. تبصره 2. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر دستگاه‌های آموزشی بر اساس توصیه‌های شورای عالی شهرسازی و معماری نسبت به بازنگری سرفصل‌های محتوای دروس مربوط اقدام نمایند. ماده 17. وزارت مسکن و شهرسازی موظف است به منظور تحقق توسعه پایدار در مناطق شهری و روستایی، تعاملات اقتصادی، اجتماعی و کالبدی فیما بین شهرهای با جمعیت بیش از 100 هزار نفر یا روستاهای واقع در حریم آنها را از طریق تهیه و اجرای طرح‌های مجموعه شهری، جامع و تفصیلی شهری با رویکرد اولویت توسعه درونی شهرها، به کار بهره‌گیری از ظرفیت‌های توسعه روستاهای مستعد، صیانت از اراضی کشاورزی و باغ‌های واقع در داخل و حاشیه شهرها و روستاها سازماندهی نماید. ماده 171 الف، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مکلف است نسبت به احصاء مناطق ویژه نیازمند بهسازی و نوسازی در بافت‌های فرسوده و دسته‌بندی طرح‌های واقع در این مناطق با اولویت 1. طرح‌هایی که به دلیل وجود منافع عمومی اجرای به موقع آنها ضروری است. 2. طرح‌هایی که از طریق تدوین ضوابط و مقررات و مشارکت مردم و حمایت دولت، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به مرور زمان قابل انجام است، اقدام نماید. تبصره طرح‌های گروه 1 مشمول برنامه‌های عمومی و عمرانی دولت، موضوع لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مصوب 1358 شورای انقلاب می‌باشد که تمام یا بخشی از منابع مورد نیاز آن می‌تواند از طریق بخش‌های غیر دولتی تأمین شود. رأی صادره موضوع ماده 4، قانون مذکور قابل اعتراض در مراجع صالحه قضایی است. ب. دستگاه‌های اجرایی زیربط موظفند به منظور افزایش بهره‌وری و استحصال زمین نسبت به احیاء بافت‌های فرسوده و نامناسب روستای اقدام نمایند. ج. وزارت مسکن و شهرسازی
و شهرداری ها موظفند با اعمال سیاست های تشویقی و در چارچوب قانون حمایت از احیای بافت های فرسوده از اقدامات بخش غیر دولتی برای احیا و بازسازی بافت های فرسوده در قالب بودجه مصوب حمایت نمایند. دال وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری ها موظفند هر سال در طول برنامه حداقل 10% از بافت های فرسوده شهری را احیا و بازسازی نمایند. تسهیلات و بودجه مورد نیاز همه ساله با پیشنهاد وزارت و مسکن و شهرسازی در بودجه عمومی پیشبینی و در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری ها یا مجریان طرح‌های نوسازی با معرفی شهرداری قرار خواهد گرفت. تبصره دولت موظف است حداقل 50% منابع، اعتبارات و تسهیلات اعطایی برای بخش مسکن هم از طرح‌های مسکن مهر، مسکن جوانان و نیازمندان و مانند آن را به اجرای طرح‌های مذکور در محدوده بافت‌های فرسوده شهری اختصاص دهد. وزارت مسکن و شهرسازی موظف است سازماندهی و احیای شهرهای آسیب دیده از جنگ تحمیلی و استفاده از اراضی رها شده و ساختمان‌های مخروبه باقی مانده داخل شهرهای مورد نظر را در اولویت قرار دهد. ماده 172 به منظور ارتقاء شرایط محیطی پایدار و فراگیر ساکنان مناطق حاشیه نشین از مزایای شهرنشینی و پیشنگری و پیشگیری از ایجاد سکونتگاه‌های غیر مجاز دولت موظف است اقدامات زیر را انجام دهد. الف سامانبخشی مناطق حاشیه نشین تعیین شده توسط شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از طریق تدوین و اجرای سازوکارهای حقوقی، مالی و فرهنگی و توانمندسازی ساکنان بافت‌های واقع در داخل محدوده‌های شهری با مشارکت آنها در چارچوب سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیر مجاز و ایجاد شهرک‌های اقماری برای اسکان جمعیت مهاجر. ب. وضع مقررات بازدارنده و اعمال ممنوعیت ارائه کلیه خدمات زیربنایی به ساخت و سازهای غیر مجاز خارج از محدوده شهرها و روستاها و تخریب آنها با همکاری قوه قضایی. ج. تهیه و اجرای طرح حادی برای روستاهای واقع در حریم کلان شهرها با رویکرد کنترل محدوده روستاهای مذکور در حد رشد طبیعی آنها. دال طراحی و ایجاد کمربند سبز در اطراف مراکز جمعیتی از طریق منابع دولتی توسط شهرداری ها. ماده 173 دولت مجاز است در طول برنامه نسبت به تهیه برنامه جامع مدیریت شهری به منظور دستیابی به ساختار مناسب و مدیریت هماهنگ و یکپارچه شهری در محدوده و حریم شهرها با رویکرد تحقق توسعه پایدار شهرها تمرکز مدیریت از طریق واگذاری وظایف و تصدیهای دستگاه‌های دولتی به بخش‌های خصوصی و تعاونی و شهرداری‌ها، بازنگری و بروزرسانی قوانین و مقررات شهرداری‌ها و ارتقاء جایگاه شهرداری‌ها و اتحادیه آنها اقدام قانونی به عمل آورد. ماده 174 شوراهای اسلامی و شهرداری‌ها و سایر مراجع زیربط موظفند تا پایان سال اول برنامه از طریق تدوین نظام درآمدهای پایدار شهرداری ها با اعمال سیاست های ذیل اقدام نماید. الف کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی در کاربری های تجاری، اداری، صنعتی متناسب با کاربری های مسکونی همان منطقه با توجه به شرایط اقلیمی و موقعیت‌های محلی
و نیز تبدیل این عوارض به عوارض خدمات بهره برداری از واحدهای احداثی این کاربری ها و همچنین عوارض بر عوارض افزوده اراضی و املاک ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری. ب. تعیین سهم شهروندان در تامین هزینه‌های خدمات عمومی و شهری، نگهداری، نوسازی و عمران شهری و همچنین تعیین سهم دولت در ایجاد زیرساخت‌های توسعه، عمران شهری و حمل و نقل، تبدیل عوارض موضوع درآمد شهرداری‌ها از عوارض بر املاک به عوارض ناشی از مصرف و خدمات، تعیین ضمانت اجرایی برای وصول عوارض، بهای خدمات و سایر درآمدهای قانونی شهرداری‌ها، افزایش تراکم زمین‌های مشجر با سطح اشتغال کمتر نسبت به زمین‌های غیر مشجر با سطح اشتغال بیشتر و تقویت ساز و کارهای مدیریت و نظارت بر هزینه کرد شهرداری، برونسپاری وظایف قابل واگذاری و هدایت بودجه شهرداری‌ها به سمت هزینه کرد در حوزه وظایف اصلی و قانونی آنها و ممنوعیت پرداخت هر گونه هزینه از اعتبارات شهرداری‌ها به دستگاه‌های اجرایی.